با نام و یاد خدا، درود به شما دوست عزیزم. با مجموع درس های فیتوشیمی گیاهان و دارویی بخش گلیکوزیدهای قلبی در خدمت شما عزیزم هستم. گلیکوزیدهای قلبی همطور که از اسمشون پیداست، در واقع ترکیبات گلیکوزیدی هستند که دارای حلقه لاکتونی در موقعیت بتا با کربن شماره 17 هستند. توالی قندی با استفاده از گروه هیدروکسیلی اگلیکون استروئیدی در کربن شماره 3 به صورت گلیکوزیدی است. این اگلیکون یک هسته در واقع استروئیدالی 4 حلقه ایه با گروه های هیدروکسیلی که در کربن شماره 3 و 4 وجود داره. اما گلیکوزیدهای قلبی بیشتر در خانواده گیاهان، میتونیم بگیم تیره گلمیمونیان، مثل گیاه دیجیتال یا گل انگشتانه، حالا گل انگشتانه معمولی داریم، گل انگشتانه ارغوانی داریم که گلیکوزید بسیار معروفی داره به نام دی گیتوکسین و همچنین گیتوکسین که بسیار بسیار معروف هست. در خانواده لیلیاسئا هست که میتونیم دو تا گیاه رو نام ببریم، یکی گل برف و یکی هم گیاه پیاز انسول که سیلارین آ رو ما در گیاه پیاز انسول داریم و در واقع کنو الوسید رو داریم در گل برف. اینها گلیکوزیدهایی هستند که ما به اینا میگیم گلیکوزیدهای قلبی. در خرزهره‌ایان هست که اولئا ندرین رو داریم در گیاه خرزهره و در خانواده آلالگان که همون گیاه خروق سبز بسیار معروفه که هلبرین رو گلیکوزید قلبی که در اون وجود داره. اما مهمترین آلکالوئید، مهمترین واسه میخوام گلیکوزید قلبی که ما داریم توی خانواده ها همون دیگوکسین هست که کاری که در واقع گلیکوزیدهای قلبی انجام میده افزایش برونده قلبه. در واقع اینها نیرو و سرعت انقباض سیستول رو زیاد میکنن. در این چرخه قلبی که شامل سیستول دهلیزی، سیستول بطنی و دیاستول هست، سیستول بطنی رو قوی میکنه. وقتی که سیستول بطنی قوی شد، قدرت پیدا کرد، افزایش بروندهی قلبی زیاد شد، ریت قلب کم میشه و ما افزایش در دفع کلیوی رو داریم. در واقع قلب قدرت خیلی خوبی رو از خودش نشون میده و استراحت خوبی رو هم میتونه داشته باشه. این بخش گلیکوزیدهای قلبی بسیار بسیار تخصصی هست عزیزان و باید زیر نظر پزشک متخصص قلب صورت بگیره. به هیچ عنوان در تخصصهای کم ما توصیه به این استفاده از این گیاهان نداریم، چون مقدار دوز ماده مؤثره و تجربه و شناخت فیزیولوژی و آناتومی قلب بسیار بسیار مهم هست. در واقع اثر سمی هم این گلیکوزیدهای قلبی دارن، مثل اسهال،
استفراغ، حالت تهوع، سردرد، سرگیجه، خواب‌آلودگی، مشکلات بحث جذب پتاسیم، اختلال به وجود اومده تو مشکلات جذب پتاسیم و تو این مباحث. پس ما توصیه که میکنیم در این مبحث بحث گلیکوزیدهای قلبی تخصص لازم بسیار بسیار مهمه و استفاده کردن از این گیاهان رو توصیه نمی کنیم، فقط زیر نظر متخصص خاص قلب باید صورت بگیره. امیدوارم که از این مبحث استفاده لازم رو برده باشید. تا ویدیوهای دیگه، پیروز و پایدار باشید.